الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم السخنان البتة مهمان نيستم زبان عزيزم جناب آقای مولوی عبدالغنی استفاده کردیم از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری که در استان هست آیه حضورتون تلاوت کردم و مطالب مختصری در وقت باقی مانده خدمت شما عرض می شود الله تعالی در این آیه زیبا پیام داده است به ما که همتن در اسلام داخل بشیم و همتن در دین داخل بشیم و با تمام توانمون و وجودمون بر دین عمل بکنیم و بر دین عامل باشیم مطلب بسیار حیاتی هست و بسیار سازنده و بسیار مهم هست و مطالب قرآنی و آیه های قرآن همه سازنده هستند و تمام حیاتی هستند منتها هر آیه پیامی داره نوعی را از پیام دارد و ما باید این پیام الهی را دریافت کنیم و همه پیام های قرآن عظیم الشان را مورد توجه خودمون قرار بدیم بسیاری از مسلمانان امروز یا در گذشته هم بودند که خیال می کنند که دینداری تنها در ادای نماز هست نماز را بخونند و زکات را بدند و حج بیت الله الحرام تشریف ببرند و حتی بسیاری از ماها که حج فرضی را ادا کردیم برای حج نفلی تلاش می کنیم و همه اینها مهمند حج هم ارکان دین رکن دین روزه زکات نماز از ارکان مهم و حیاتی دینان و از محورهای بزرگ دینان اما دینداری تنها به نماز نیست یک نفری را اگر ما ببینیم که نماز میخوانه محاسن و ریش مبارک هم گذاشته است زکات هم میده و روزه هم میگیره حج هم میره باید ما بقیه اعمال او را نگاه کنیم که آیا بقیه زندگی او با شریعت اسلام تطبیق دارد یا ندارد آیا بقیه زندگی او چطوره چه کارایی را داره انجام میدهد و عمل کردش چگونه اخلاقش چگونه کردار و رفتارش چگونه آیا زندگی او با دین تطبیق داره یا نداره زندگی او با زندگی آن حضرت و با سنت با سیرت پاک حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آیا مطابقت دارد یا ندارد این قابل بازبینی هست و قابل توجه اگر ما ببینیم کسی نماز هم میخوانه روزه هم میگیره زکات هم میده حج هم میرود
Ama azan taraf hak hukukun nasa tavaccuhuna dar hai. Hakk-ı merdum bergardan aşağıst. Dene merdum anamide, mal merdum rami khurad. Gıybet be zubanaş cariye, tuhmat mizane, iftira mi bende. Mutmainne ne insan dindar neyiz? Dindar neyiz in dindari? Dindar kasi has ke hamatan da din dakhil başe. Allah hamine matra karda sinca. Ke şuma ma tamami vücud bayad dine befazirid. Ve İslam'a befazirid. İslam der zindigiye ton başe. Agar yek insan namazan bukhune bekhanat ve bela tashbih giriftar amal zinam beşe. Riba begire. مشروب بخوره تریاک مصرف بکنه چرس بکشه میشه او را دیندار گفت نه خیر این دیندار نیست این آدم دیندار نیست دیندار کسی است که همانطور که فرائض دینی را ادا بکنه نماز بخانه واجبات دینی را ادا بکنه از محرمات شریف فرائض بکنه از گناه فرهیز بکنه یک آیه نه ده آیه در قرآن عظیم الشان موجوده که اللہ تعالی از گناه من کرده است از این محرمات اللہ تعالی من کرده فهرست داده در قرآن گناه را قل تعالو اتلو ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکو بی شیئا اللہ تعالی بیایید فرامی خانه آن حضرت دعوت میده بیایی تلاوت کنم محرمات خدا را و در فهرست محرمات اولی گناه که گناه عظیم و بزرگ و قابل بخشش نیست مغیر از توبه او شرک است اللہ تشرکو بی شیئا و بالوالدین احسانا فرموده اللہ دستور شانه که مادر و پدر نافرمانی نشود و بلکه با او احسان که در مقابل نافرمانی مادر و پدر است انجام بگیره او کسی که نمازم میخانه روزم میگیره زکاتم میده حجم انجام میده ولی نسبت به مادر و پدر نافرمانه میشه او را دیندار گفت و دیندار کسی که به قرآن عمل بکنه این دینداری نیست این مسلمانی نیست این مسلمانی را ادعای نفهمیدن خیال کردن که اگر چند تا احکام از اسلام گرفتید بقیه را ترک کردید این مسلمانیه و قرآن فرموده ولا تقتلوا اولادکم من املاق شما فرزندانتون قتل نکنید او زمانه فرزندان در جاهلیت اولا قتل میکردن و میکشتن که نان میخورند با ما مصرف دارند و امروز در جاهلیت قرن بیستم و بعد از بیستم آنه که فرزندان به راه فساد بفرستن فرزندان به راه نامشروع به راه فساد فرزند بره سرقت کنه فرزند بر راه زنان قرار بده فرزند بر دزدان قرار بده فرزندان در راه نامشروع از فرزند استفاده بکنه قتل اولاده قتل معنوی اولاده منجر میشه گاهی به قتل فیزیکی و ظاهری مسلمانی عزیزان من راه و طریق داره مسلمانی به یک احکام نیست دین اسلام یک دینی که در تمام زندگی و شؤونات زندگی فراگیر است ارشاد داره رهنمایی داره هدایت داره برای بشر بشر باید به هدایت دین قرار بگیره و یک کسی که قرآن می فرماید که شما یک دیگر را قتل نکنید قتل اللہ تعالی حرام قرار داده است در فهرست مهلکات یعنی گناهای که هلاک میکنن در فهرست گناهای کبیره و بزرگ قرار داده بعد از شرک سنگین ترین گناه در بعضی احادیث و روایات قتل آمده است و حقوق والدین نافرمانی والدین گناه سنگینه
اولادا بد تربیت کردن خراب تربیت کردن و به تربیت اولاد توجه نکردن و اولادا به دست افراد ناباب سفردن به دست اراذل اوباش سفردن این هم به منزله قتل اولاده و از گناه های سنگینه گناه های بزرگه چرا اولاد امانت الهیه و ما نسبت به اولادمون رسالت داریم و مسئولیت و تعهد داریم لازم اون انسانایی که قتل نمازم میخانه حج هم میره اما آدم کشی میکنه انسان هم میکشه خونهای ناک میریزه خیال میکنه که مسلمانه مسلمانی این نیست سروران گرامی یا آدم ربایی میکنه گروگان گیری میکنه الان گروگان گیری متاسفانه توی منطقه زیاد شده است ادهی از خدا بی خبر و به دور از خدا فرزندان و بچه های کوچک که باید بر اونا رحم بشه بر سر اونها دست کشیده بشه و آن حضرت فرمودند که هر کسی بر کوچکان من رحم نکنه و بزرگان من احترام نکنه از امت من و جماعت من نیست بعضی پیر مردان می کشند که ما دین می خواهیم و آدم ربایی می کنند یا برای بعضی میگه ما برای دینمون آقا دین تو از که می خواهی و این طریق گرفتن دین نیست آدم ربایی نیست دیگه طریق داره شما از اون طریق دیگر وارد بشید برای گرفتن دین و ادهی هیچی سرشون نمیشه و بالاخره که آقا چه کسی جرم کرده ادهی بیگناه ها را میبرن به زندان میاندازن افراد بیگناه بازداشت بشه جوابش را که میده افراد بیگناه بره گروگان بشه جوابش را قتل رخ بده جوابش را که میده که میتوانه این گناه یا نماز شما میتوانه ناجی شما باشه زکات شما میتوانه ناجی شما باشه وقتی گناه بزرگ انجام بدید وقتی حقوق الناس ضایع بشه وقتی مردم جلوی شما را بگیره فردا مردم جلوی شما ما به ایستان آیا میتوانه ما را نجات بده و چقدر گناه بعض ربا که صراحتاً در قرآن مطرح امروز میگیره کیه؟ آل مسجده آل نماز آل روزه ربا میگیره و او خیال میکنه که این دینداری هست عزیزان من و عده متاسفانه مشغول و گرفتار معامله و فروش مواد مخدرند عقل به همه ما الله تعالی داده ما فکر بکنیم و نگاه کنیم که مواد ضررش چیه چه نقصانی داره و چه تلفاتی داره افرادی که معتادن یا قابل دیدن آیا ما میتوانیم ببینیم چهره کسی را که معتاده قابل دید نیست و انسان نابود میکنه مواد مخدر کشنده میکشه آدم ها ریشه اش را میکنه و نابود میکنه انسان را مواد مخدر خانواده ها را فلج میکنه و تهدید برای بشریت نه مسلمان بلکه برای جهان و برای همه دنیا استادیدهای بزرگه مواد مخدر از تهدیداته و بالاترین خطره و استکبار جهانی و در هم همین فکران که مسلمان را از فا در بیاورن و با همین وسایل ابزاری هست برای آنکه انسان از پا در بیاورد و مواد مخدر میبینی که کسانی که گرفتار دام اعتیادن سرقت بیشتر زمین انجام میگیره نامنی زمین رخ میده این مواد به دست اینها میرسه اینا را فلج میکنه و پول از کجا اینها پیدا میکنن و به دست کسانی که مواد توزیع میکنن به دست اونها میرسه باید با عقل فکر کرد عقل ما میگه قانون هم بگذاریم کنار و عقل بیاوریم ای عقل اجازه میده
Şer icaza nemiydi, kanun icaza nemiydi, برای چه اجازه نمیده برای اینکه نقصان ضرر تباهیه و عزیزان که نماز هم میخوانن دیندار هم هستن حج هم میرن آیا فکر بکنن که این معامله برایشون درسته اگر فکر میکنن درسته بر انجام بدن ولی اگر عقل میگه که این معامله صحیح نیست این غلطه این زایات داره این نقصان داره این تباهیه جامعه را از پا در می آورد این خطره برای بشریت و انسانیت برای مسلمانان باید تغییر مسیر بدن من دعوت می کنم به عزیزان همه را به فکر همه تون فکر بکنید هر کسی به هر گناه گرفتاره یا گرفتار نیست الحمدلله ما فکر بکنه قرآن عظیم و شان پروردگار در وسط و میان خطاب الهیه که می فرماید همتن شما در اسلام داخل بشید با تمام وجودتون مؤمن بشید من این دینداران که دینداران میگن عرائزم و توصیه منه که دست از گناه بکشید دست از نافرمانی الله تعالی بکشید دست از اون معاملات که نقصان داره ضایعات داره تلفات داره از این بکشید الله روزی شما را خواهد داد هر آن کس که دندان دهد نان دهد کسی که شما را دندان داده برای خوردن سنگ نداده برای خوردن چوب نداده این دندان چوب و سنگ نمیتونه خورد کنه این برای غذایه نان شما را و پروردگار و فرزندانتون تضمین کرده است و لحاظ به این مسائل دوری کنیم و همه تن به اسلام داخل بشیم آدم ربایی زشته بعد آدم ربایی این بیشتر آدم ربایی الان در اثر همین معاملات مواد مخدر به وجود میان بسیاری از درگیری ها در فامیل به همینه یک خانواده یه فرد معامله مخدر انجام میده و بعد مواد مخدر حالا این طوره که دست هر کسی بیفته متاسفانه میخوره میبره و بعد درگیری و اختلاف و مواد خوردند و بعضی میایند پیش من که ما اختلاف مالی ده ما اختلاف من میگه اختلاف ماله یا ماره اگر ماره پیش من نیایید اگر ماله من در خدمت شما باش من مال داوری میکنیم مار داوری نمیکنیم و این مواد مخدر مار هست و گاهی میگه مار دو سره دو تا سر داره از دو طرف نیش میزنه نقصان داره بسیاری از این نامنی الان هم هست همین مواد مخدره این مواد شومه و مواد بده و توصیه من دوستان هستن من در صحبتم هیچ وقتی اهانت را دوست نمیدانم سو باغل دعوت میکنم به استدلال دعوت میکنم بنده جمعی کسانی که به این کارا گرفتارن نمازم میخوانن مسجدم میآیند توی روستان توی شهران توی بیابان زندگی میکنن من توصیه هم اینه که دست از مواد مخدر بکشید و تنها بشینید و به عقل فکر بکنید دنیای خودتون خراب نکنید آخرت خودتون خراب نکنید و ادهه میگن که ما به راهای خیر کمک بابا به راه خیر شما کمک نکنید خودتون را به مهلکه نیندازید خودتون را به آتش برید یک کار درست بکنید و به راهای خیر کمک بکنید برید به راه درست کن معامله بکنید و کار بکنید و یتیم فروری بکنید و به فقرا بدید و به مساکین بدید و به راه خیر بدید این معامله نیست این بلایه گرچه من مخالفم منم موافق نیستم با الان اعدام که در کشور انجام میگیره موتی البته این قانون مصوبه و من معتقدم که کارشناسان ما در این قانون
این مدت نشان داده 38 سال بعد از فیروزی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نشان داده که اعدام کار درستی نیست. اعدام مواد فروشان برای ما ضایعات سنگین تر از فروش مواد مخدر داشته. همان اندازه که فروش مواد مخدر ضایعات داشته، اعدام هم اندازه ضایعات داشته. چرا خانواده ها بی سرپرست شدن؟ چرا بچه ها یتیم شدن؟ اینا کفیل ندارن، هیچ کسی اینا را کفالت نمی کنه. لازم معتقده که قانون باید تغییر بخوره و راه دیگری من با عنوان این مسئله با عنوان یک کارشناسی میگویم و یک کارشناسی بنده در رابطه با جلوگیری مواد مخدر یک کلمه شما مواد فروشان کشور کلا جمع بکنم. نظام جمهوری اسلامی من حتی معتقدم که از خیلی کارهای عمرانی پر هزینه که امروز انجام میگیره به نفع ملت انجام میگیره، بخشی را از اینها متوقف کنن و فروشه بزنن، اردوگاه بزنن برای مواد فروشان. مواد فروشان را ببخشید معتادان از تهران تا زاهدان و تا مشهد کل مواد معتادان را جمع بکنن در اردوگاه و اینا را ترک اعتیاد بدن و اینها را ببرن سر کارها. از مردم خیر ایران هم دعوت کنن، خیرین همکاری میکنن، همکاری بشه، اینا را در کارگاه ها و کارخانه ها مشغول کار کنن، زندگی اینا را درست بکنن. وقتی که تقاضا نباشه، قانون مسلم دنیایه که وقتی تقاضا نباشه عرضه نخواهد بود. عرضه و تقاضا دو تا مغولان و لحاظا با هم لازم و ملزوم. وقتی که کسی مواد خرید نکنه که مواد میاره، مواد میاری که چیکارش بکنه؟ آتشش بزنه. و تقاضا از جانب معتادان، اعتیاد تقاضا ایجاد میکنه و لحاظه عده میارم مواد عرضه میکنم، پول میگیرم. وقتی کسی نخره مواد چه کار میکنم؟ مواد میشه مثل سنگ و خاک. و این تنها راهه بنده کم و بیشی که این برای فکر کردن یکی از راهای البته بزرگه، راه دیگه هم هست و او اینه که باید کار ایجاد بشه، شغل ایجاد بشه. ادعیه که از گرسنگی میرن به سمت مواد مخدر برن کار بکنن، برای مواد فروشان کار ایجاد بشه، شغل ایجاد بشه و برای معتادان که خریدداران برای اونا اردوگاه ایجاد بشه و ترک اعتیاد بکن. و این تا زمانی که معتاد هست فروش ارز تقاضا هست و عرضه حتما در بازار وجود داره، ادعی میارن و روی این هرچی اعدام آتا الانجام گرفته نتوانسته مواد مخدر جلوگیری بکنه، چرا که عرضه موجوده. یکی کشته میشه دیگری میره، فرزند همه میره. و لحاظه فکر اساسی و کارشناسی درست و برنامه ریزی صحیح میتونه مواد مخدر جلوگیری بکنه و ما حاضریم برای همکاری در این زمینه، آماده ایم، حاضریم کمک بکنیم و مساعدت بشه، مردم را ترغیب بدیم که شرکت کنن و یک برنامه اساسی کوچک بده. این مراکزی که ترکیه دیاد میکنن کوچکن، محدودن، بعد اینا نمیتونن معتاده که ترکیه دیاد کرده مشغول بکنن و لحظه مجدد بیکار میشه و پای بیکار آخر به مواد مخدر و اعتیاد کشیده میشه. الله تعالی توفیق عنایت بکنه. این از کارهای اساسی هست. مردم مسلمان فکر کنید که من و شما باید همه تن الله تعالی میگه به اسلام داخل بشیم و با تمام وجود به حکام اسلام عمل بکنیم و از هر گناه دوری بکنیم، چرا که این پیام رب العالمین هست و پیام سازنده و حیات بخش قرآن عظیم و شانه. الله تعالی به ما توفیق عنایت فرماید. کسانی که مشکوک و تابعه هستن و کسانی که منع خدمات خوردن شناسنمایشون، یک مقدار صبر بکنید، چون هم استانداری وارد عمل هم مسئولین وارد عمل هم
و انشاءاللہ در زودترین فرصتی مسئلہ در داری انجام میگیره یک کمی صبر بکنید انشاءاللہ کار اداریه و کار اداری روال اداریشون را داره تیمی میکنه ولی آخر کاری شما را بگن مجده بدم که آخر کاری شما صبر کردید و آن مدت کسانی که مشکوک و تابعان صبر کردن انشاءاللہ مقدار جزئی صبر بکنید کار شما را انشاءاللہ با همت مسئولین و دل سوزی مسئولین و انشاءاللہ اللہ تعالی حل میکنه هم داستان محترم یک دو هفته آخر هفته رمضان آمدن و قول مساعدت در هم استاندار محترم اما اعلی بایشون تماسی بود و ما گفتی که مردم چه جواب بدیم ایشان همین گفته انشاءاللہ خود استانداری که بالاخره مدیریت استان به عهده داره و جناب آقای استاندار استاندار مردمی هست و با فکر مردم هست و انشاءاللہ این گفتن که انشاءاللہ این مشکل در شرف حل زودی به زودی حل میکنن و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.